با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون برابری و به امیدی که هر کجا که هستید شاد و موفق و پیروز باشید. بینندگان عزیز، همچنان که در جریان هستید، 41مین سال انقلاب شکست خورده بهمن و به هم مناسبت ما از جوانب مختلفی سعی میکنیم به این 41مین سال شکست انقلاب بهمن در این میزه گردی که با حضور رفقا حسن احسان، بهروز فرمانی و ابراهیم آقاس بپردازیم. البته همچنان که می‌دونید امسال هم رژیم جمهوری اسلامی سعی کرد با بسیج تمام هوادارهای خودش این رو به رخ جهانیان بکشه، ولی همچنان با قلت جمعیت و کمبود آدم رو برو شد. الان که می‌دونید که حتی پلیس هم اعلام کرد که ما سوءپیشینه رو در میدان انقلاب مجانی برای همه توضیح می‌کنیم. از هر طرفی که شما در نظر بگیرید، این رژیم استفاده کرد با اتوبوس‌ها، چندین هزار اتوبوس گرفته، خانواده‌های بسیج، سپاه، همه رو بسیج کرد، ولی نتونست میدان رو حداقل اونقدر که می‌خواد پر کنه و این یک شکست دیگری براشون. البته در این 41 سال میشه گفت که در این چند سال اخیر وقایع بسیار مهمی در ایران اتفاق افتاده. در خیزش‌های عمومی سال‌های اول 88، بعد 96، 98 و آبان ماه گذشته. و الان اون چی که در ایران بین حداقل فعالین سیاسی خیلی مطرحه، مسئله آلترناتیو سیاسیه. چون رژیم تقریبا به غروب خودش نزدیک شده، دیگه در چشمانداز سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران بعد از 41 سال سرکوب، و همچنان که می‌دانید در آستانه انتخابات مجلس هم صحبت تحریم علنی در ایرانه، چیزی که تا به حال رژیم مستقیما باش روبرو نبود. الان که خود خامنه‌ای وارد شد، تمام آیات و اوزام فتوا دادم که واجب است شرکت کنیم، ولی علی‌رغم این رژیم در یک آستانه بایکوت واقعی انتخابات قرار گرفت. همین اینه که ما داریم با شما صحبت می‌کنیم، برنامه رو پر می‌کنیم. یعنی امروز در یاسوج تعداد زیادی از مردم شعار بایکوت انتخابات رو دادن. یعنی دیگه زمان از حالت مخفی کاری یا ترس مردم علی‌رغم سرکوب خونین آبان ماه که به روایتی 1500 نفر کشته شده و 10,000 نفر دستگیر شده، ولی علی‌رغم اون باز هم مردم میان تو خیابون، باز هم مردم علیه این رژیم مستقیما علیه خامنه‌ای و رژیم جمهوری اسلامی ایران شعار میدن و اینو باید به فعال نیک گرفت. و همونجور که عرض کردم خدمتتون، مسئله الان مسئله آلترناتیو هاست که آیا آینده ایران چه خواهد شد بعد از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران. خب ما شروع میکنیم از رفیقمون ابراهیم آوخ. خب شما مسئله آلترناتیو متعددی از چپ گرفته، سلطنت طلب گرفته، مجاهدین گرفته، لیبرال ها گرفته، آلترناتیو متعددی سعی میکنم به جوانبش تا اونجایی که زمان اجازه میده بپردازم. بله، من سلام میکنم به بینندگان عزیز تلویزیون برابری و همطور که شما گفتی دقیقا در 41مین سال در واقع حاکمیت ارتجاع اسلامی، مردم ما دیگه به اون نقطه رسیدن که علی‌رغم تمام تهدیدها و تلاشهایی که این رژیم میکنه، مراسمش نه تنها بایکوت میکنن به طور چیز، بلکه فعالانه شرکت میکنن در نفی این حاکمیت. در مورد آلترناتیو اشاره کردید، دقیقا درسته، ما در سالگرد انقلاب بهمن هستیم و یکی از درسهای بزرگ انقلاب بهمن همین هست که آلترناتیوهای ممکن رو باید چیه به بیاریم روی میز. یعنی در واقع اون نقطه ضعفی که انقلاب بهمن داشت که آلترناتیو ها مشخص نشدن، روشن نشدن و حتی همین حاکمیتی که قدرت ارتجای خودشو اعمال کرد بر جامعه، اونم علی‌رغم تمام تلاشی کرد، حتی کوچکترین بندی از برنامه خودش رو به طور جدی مطرح نکرد و مردم در ابهام به سر بردن. این الان زمان اونه که دقیقا از ابهام بیرون بیاد با شفافیت کامل همه چی رو باشه. یعنی در واقع پلتفرما، گرایشات گوناگونی که در درون جامعه وجود داره، اینا پلتفرماشون رو باشه، بحث کنن و اون چیزی که باز تجربه بزرگ تاریخی ما داریم که در انقلاب بهمن اتفاق افتاد و همین حاکمیت ارتجاعی به اصطلاح بانی و باعثش بود که
هر حرکتی که مردم می‌خواستن بکنن، هر بحثی می‌خواستن بکنن، هر صحبتی می‌خواستن بکنن، می‌گفتن بحث بعد از مرگ شاه. یعنی در واقع مانع می‌شدن که آقا دیگران حرفشون بزنن. من یاد می‌خوام تو زندان بودم، زندان شیراز بودیم، خبرهای میاد، اعلامیه‌های میاد و واقعا وحشتناک بود برای ما که تفکراتی داشتیم، به دلایلی رفته بودیم زندان و اطلاعیه که داده میشد نه مسئله آزادی بود، نه مسئله برابری بود، نه مسئله زنان بود، نه هیچی. اسلام آیه اسلام سینه زنی نوخانی چیز وحشتناکی بود. اعلامیه ها که میرسید ما واقعا نگران شدیم. اومدیم یادش رفیقمون زنده یاد علی شکوری، ما با همون موقع محفل به قول معروف میگفتن خط چهار داشتیم تو زندان شیراز. اونجا صحبت کردیم که آقای چی میشه، چرا هیچ حرف صدای دیگه نیست. از طریق امکاناتی که بود، از طریق همون ملاقاتی ها که بود، از هر طریق ممکن داریم آقا جان ما هم آلترناتیوی داریم، ما هم جمهوری داریم. اون زمان ما میگفتیم جمهوری دموکراسی خلق، شعار همه به اصطلاح چپا جمهوری دموکراسی خلق بود دیگه، با تمام بسیار چیزی که بود. تلاش کردیم که بابا حداقل اینو مطرح بکنیم، نه تنها چیزی که داره مطرح میشه جمهوری اسلامی و سلام، نه کلمه کمتر نه کلمه بیشتر. اینجا بود که خب همه وقتی که شنیدن گفتن آقا اجازه بحث روی مسئله داده نمیشه. به مجردی که کسانی اونجا میان تو میدون تو صحنه این مسئله مطرح میکنن، بلافاصله از طرف همونی که میان بیان آقا بحث نکنید، اختلاف ایجاد نکنید، بحث بعد از مرگ شاه. و این بود که مردم در شرایطی قرار گرفتن که نفهمیدن کجا دارن میرن. یعنی مردم مثلا نفت روشن بود، همه میدونستن که به اصطلاح نفت میکردن حاکمیت شاه و تمام حالا بحثشون مفصل وارد نمیشیم، ولی اینکه به جای اون چی میخوان بذارن اینجا اجازه نمیدن. بنابراین اولین گامی که ما اینجا باید برداریم مقابله با هر گرایشی که الان میگه همه با هم بحث نکنیم. همه با هم یعنی همون بلایی که انقلاب به من سر به اومد، همه با هم یعنی همه با من. و اتفاقا الان هم بیشتر از طرف کسانی مطرح میشه که خواهان تغییرات جزئی در این حکومت هستن، خواهانی هستن که جمهوری اسلامی بره سرمایه‌داری به نوعی جدیدش در واقع مستقر بکنن. و اینا بلا فاصله تا یه صحبت کنیم میگن نه الان اپوزیسیون نشیم، نمیدونم فلان نشیم، بهمان نشیم. و هدفشون چیه؟ خودشون دارن حرفشون میزنن. هدفشون میگه شما که نظر دیگه دارید، بنیان این سیستم و این حاکمیت رو که همون سرمایه‌داری میخواید زیر سوال ببرید، شما حرف بزنید. در واقع با همه با همی که الان مطرح میشه، یعنی آقا بخش مهمی اساسی اپوزیسیون که پایه بنیان پایه جدی هم تو جامعه داره، اون ساکت شد چون رو بتونن کارشون بکنن، برنامه‌شون رو پیش ببرن. به هر حال با توجه به همه این مسائل به نظرم الان این بحث آلترناتیو یا بحث جایگزین کردن حکومت دقیقا در رابطه با وضعیتی که وجود داره که مرگ حکومت و خود حکومت نه تنها مردم بلکه خود حکومت هم به چشم خودش میبینه الان باید مطرح بشه. خب رفی حسن، حالا برسیم مسئله شون به ترتیب سن میگیره میبینه برسیم این مسئله که جنبش های متعددی در ایران ما الان داریم که پایه اگر اجازه بدی رفیق میجن من میخواستم ادامه یه نکته ای رو در بعض رفیق عزیز هم حکومت بفرمید اونم باز کنم بعد بفرمید شما سوال بکنید بعد سوال هم جواب بدم داخل بدم نه ادامه بدید شما چون من میخواستم این نکته رو حرف بزنم که یک بخشیشو رفیق ما ابراهیم عزیز گفت، یک بخش دیگرش این است که اصلا جنبش بزرگ توده عظیم که هیچ حتی تشکل‌های سیاسی چپ هم دقیقا نمیدونستن چه میخواهم چه میخواهیم در دستور بحث انقلاب 57 یا نبود یا اگر بود بی نهایت کم رنگ بود. چپ انقلابی البته گفت طبقه کارگر سوسیالیسم اینا، اونهای دیگر که بخش بزرگی از نیروی حاشیه تولید که از روستاها کنده شده بود در حاشیه شهرها انباش شده بود، اون نیروی دکراسی که بورژوازی امکان جذب نیروی کارش را نداشت، این با گره خوردگی داشت با ایدئولوژی مذهبی. بنابراین اونها چه میخواهیمشون حکومت عدل علی بود،
دو تا شعار من چند اینجا گفتم از تکرار خودداری هم نمی کنم. تو جنبش بود برای چپا میگفتم برادری برابری حکومت کارگری، مذهبی ها و طیف در مقیل راست میگفتن برابری برادری حکومت عدلانی، ولی از توش هیچ آلترناتیو روشن چه میخواهی به روشن در دستور نبود و این ویژگی در واقع میشه گفت انقلاب بهمن 52 بود که چه نمیخواهیم، یعنی نقد و نفی دیکتاتوری ولی ویژگی انقلاب 57 این بود که چه میخواهیم استراحت داشته بیشتر در واقع نقد دیکتاتوری شاه و سرمایه‌داری حتی خیلی چپ می‌زدی ناشی از اون عمل کرده او بود که از بالا سرمایه‌داری رو وارد کرده بود و فرماسیون قبلی رو در هم شکسته بود بدون اینکه این توی جامعه به ساختارهای ممکنه در رابطه با نیروی کار امر نهادی بشه. من نمی‌خوام خوب بحثش هاشه دیگر که به این جلسه ما مربوط نیست. به این اعتبار ویژگی چه نمی‌خواهیم بود، این جنبشی که الان مطرح هست، این جنبشی که بعد از 41 سال شکل گرفته گام به گام با قدم‌های سنجیده و روشن به ویژه در دهه آخری که برش به سر می‌بریم، به ویژه از برکت جنبش طبقه کارگری و تحرک در جنبش ضد سرمایه‌داری در ایران که بحثش بعداً باز می‌کنیم، خصلت نمای ویژه‌ای پیدا کرده و به قول رفیق عزیز ما ابراهیم آوخ همه با هم در شکل عملی زیر برده شده و آلترناتیوان دونه دونه گفتمانهاشون رو به سمت مخاطبین میلیونیشون نیروی کار زحمت بورژوازی خرد بورژوازی و اون جمعیت 85 میلیونی جلو بردن. من اینجا میخوام تو پرانتز بگم بعد تو بحث میتونی به رفقا دیگه بچرخونی، من دور دوم به اون به یکی از این آلترناتیوا برسم. یکی رفیق آبخ عزیز ما گفت من صراحت میدم نمیخوام پنهان کنم، اگه پنهان کنیم با مخاطبین خودمون صراحت حرف نزدیم، تجلی این جریان همه با هم که با اپوزیسیون رسونده به اکثریت حزب کورس کارگری و منادی شخص آقای حمید تقوایی است در بین چپا و بسیار خطرناک و بسیار خطرناکیست که البته از طریق همه نیروهای چپ کمونیست تقریبا و حتی از طریق لایه کوچک از نیروی حزب کمونیست کارگری هم این خط همه با همه که عملا همه با راست که در تظاهرات با پرچه و سلطنتی همه آوازه در جنبش سرخ دانشگاه ما را متهم میکنه که به کجراها بردن جنبش ما را شوزی حاضر عرض میکنم و و و که نمیخوام بحثش باز کنم. تجلی این نگاه در چپ اینه، تجلی این نگاه در راستم از نوع فرشگرده، از نوع این سلطنت طلب هست که پسرش آیت الله شریعت بداری گذر مدیریت گذر. یعنی شما میبینی که من این نگاه حزب کمونیست کارگری رو راست میدونم، یعنی چپی که کاملا راست داره بنابرای طیف راست، چه با سیماگ سرخ، ماسک سرخ، چه با ماسک واقعی خودش همه با هر رو تجربه کنه که به قول ابراهیم آوخ همون همه با منه، یعنی کلاه گذاشتن سر جنبش انقلابی، کلاه گذاشتن سر جنبش اجتماعی، کلاه گذاشتن سر جلوگیری از انکشاف انقلاب سیاسی به انقلاب اجتماعی و دو عبور از سرمایه‌داری و صد ایجاد کردن در مقابل این همه با همه مطرح میکنن در اشکال مختلفی که میشه از مبارزه مسلحانه گفت که مثلا مجاهدین بگیر تا رفرمیستا فرق میکنن شکل عملشون چیه. اینها نمیخوان انقلاب اجتماعی صورت بگیره، همه با هم رو از این زاویه مثلا کار بنابراین در مقابلش گفتمان دیگریست که چپه که من این گفتمان ها رو نمیخوام باز کنم ولی میخوام نگاه من با مخاطبین ما بگم که ما چه ویژگی داریم در این نبرد جدی هیچگاه، نه فقط در تاریخ 41 ساله از مشروطیت به این طرف، این نبرد آلترناتیف ها به این پررنگی و به این شفافیت و به این روشنی به برکت رسانه های جهانی و رسانه های متنوع اینترنتی و دیگه که خطاب به اکثریت مردم ایرانه که به اینا فرصت انتخاب میده
از یک سو خطر به انحراف کشاندن جنبشام از سوی دیگر داره، امروز در دستور و وظیفه چپ کمونیسته که با حوصله، دقت و صراحت در جزئیاتش وارد بشه. من بحث رو باز نمی کنم تا اینکه بریم روی موضوع. بعد از صحبت رفیق فرهنگ سعی می‌کنی یه مقدار موضوع آلترناتیو رو باز کنی. حتما این مقدمه لازم بود برای اینکه فضا رو داشته باشه. شما رفیق فرهنگ، برای یکی با سلام به خود تو و رفقای بسیار عزیزم و بینندگان تلویزیون، والا من نمیتونم از این دست بردارم که این نکته که تو گفتی رو یه بار بیارم قبل از که وارد بحث بشم، با اون دادن سوی پیشینه برای شرکت در تظاهرات بزرگداشت انقلاب اسلامی بود. اینا قبلا ساندیس میدادن، با اتوبوس میمرمن میبردن، بند پس میکردن، حالا سوی پیشینه میدن. به نظر میاد که یه گردان شبان بیمخا رو میخواد جمع بکنن، چون کسی میره برای سوی پیشینه یه سابقه بزهکاری داشته باشه. سیاسی ها که نمیدن که به چاوکش ها و لاتا و اینا و زوروها در واقع میدن. به نظر میاد که اینا در پیشبینی برای اینکه با تحولات جدی و تکانهای جدی اجتماعی روبرو خواهند بود که خواهند بود، واقعا دارن یه گردان لاتوست شبانبی مخی هم برخوشون درست میکنن. البته فکر میکنم اگه اینجوری که ما دیدیم از عکس ها و تصاویر که نمیتونستن مخفی بکنن، تعداد بسیار بسیار کم، قلیل واژه ضعیفیه، اصلا قابل مقایسه نیست با سالهای پیش، حتی در بعضی تصاویر مجبور شدن تقلب کنن و تصاویر جای دیگر رو مونتاژ کردن. از جمله یه قسمتی که راجع به تهران نشون میدادن، درخت ها سبز بود، میوه داده بود، همه چیز از اینکه تهران سر برد میده از این الان چند متر برد میخته بیماشی بودن، بهار بود، هوا خوش خورم بود. یعنی دیگه این رژیم زور و دروغ و خون و خون ریزی کارش به این فضاحت رسیده. اما برگردیم به همین بحث خودمون از این زاویه که خب ما یک انقلاب شکست خورده رو توی سابقه سیاسیمون داریم، تو حافظه طبقاتی مردم ما هم هست. یکی از بزرگترین درسایی که ما از اون دوره گرفتیم همین مسئله کلاهبرداری هست که به نام همه با همی صورت میگیره. هر بار هم این رو تحت یه چیزی به خورد ما میدن. اون بار چپ و راست هم جناهایی از چپ و طیف کل راست هم همیشه در این موارد شریکن. یعنی وضعیتی که ما الان داریم که یه جناهی از چپ خوشبختانه خیلی کوچکتر از انقلاب بهمنه، چون ما تو انقلاب بهمن رو بهش میرسیم، ضربه ای که از این دید خوردیم بسیار سنگین بود، چون در بزرگترین سازمان سیاسی چپ اون موقع یعنی فدایان اتفاق افتاد و در واقع کمر جنبش چپ رو شکست و اون تفکر توده اکثریتی که سازمان فدایان رو روی سینی توسط فراخ نگهدار، طاهری پور، فتاح‌پور، این اسما اونا رو هم باید گفت، یادآوری کنیم همین اصلاح طلبای جدید رو، یادمون نره که اینا از کجا میان. روی سینی و طبق اخلاص این سازمان فدایان رو بردن به خدمت امامش کاملا و امام رو هم امام خطاب کردن، مذهبی هم شدن. کیانی روشون میرفت بالا میگفت الله اکبر، افتخارم میکرد که یاد اونایی که جوانتر از ما هستن یادشون نمیاد، ولی اونایی که هم سنای ما هستن یادشون میاد که یه پرسش پاسخهایی کیانوری داشت اون موقع، رئیس حزب توده اون موقع، یکی از جلسات که میمونه صداش در نمیاد، بهش گفتن یادشون نمیتونی درست حرف بزنی، گفت والا من به درخواست امام رفتم بالای پشت بام و الله اکبر گفتم، صدام گرفته. خب این چپ الله اکبر گوی ما اون موقع خیلی ضربه سنگین وحشتناکی به ما زد. استدلالشون رو خوب باید نگاه بکنیم، چون عین اون استدلال الان در این جای دیگه داره تکرار میشه. اون موقع چپ توده ای اکثریتی به ما میگفت تضاد عمده مردم ما با امپریالیسم، آزادی های سیاسی و غیره غیره تحت شعاع این مبارزه قرار میگیرن، ما اول باید با مداخلات امپریالیستی تسویه حساب بکنیم، ایران مستقلمون رو برقرار بکنیم، بعد مسئله آزادی ها و غیره هم از طریق با مبارزه با این روحانیت، در واقع با مبارزه نمیگفتن، با کسایی که در برخورد با روحانیت که منظورشون مذاکره و غیره در واقع بود ببریم با هم دیگه به جلو. الان این حرف زده نمیشه، ولی چیز دیگه ای زده میشه. الان این طرفداران همه با همه میگن تضاد عمده ما مسئله دموکراسی و جمهوری دموکراتیک. تا وقتی که ما جمهوری دموکراتیک نداشته باشیم و آزادی سیاسی و به اصطلاح مدنی رو تامین نکنیم، نمیتونیم به مسئله عدالت اجتماعی بپردازیم. این دوتا رو باید اصلا دیگه سوا کرد. اون چیزی رو که با آوردن مسائل طبقاتی، با آوردن در واقع شعارهایی که به عدالت اجتماعی مطرح میشه که خیلی عظیم و انبوه و اکثریت جامعه ما رو البته در نظر میگیره، با
حقوق بگیران، کارگران و حقوق بگیران اقشار مختلفش رو میگیره، الان وقتش نیست. بحث عدالت اجتماعی بعد از مرگ رژیم جمهوری اسلامی. این درست همون استدلال توده اکثریتی است که اتفاقا در جناح راست توده اکثریتی سابقی که الان وجود دارن همه مطمئنن، یعنی همون هایی که اون موقع مبارزه امپریالیستی رو از دموکراسی جدا میکردن، عدالت اجتماعی جدا میکردن، الان پیوستن به اون طیفی که جمهوری رو از عدالت اجتماعی میخواد جدا بکنه و میگه الان بس نکنی تا اینکه در واقع ببینیم چی میشه. ما در این مورد اتفاقا یکی از دقیق‌ترین و بهترین بحث‌ها رو در نزد یکی از بزرگترین آموزگارهای خودمون داریم که لنین باشه. اون دقیقاً میگه که در این موارد اتفاقاً حتی اونجایی که می‌خوایم مبارزه دموکراتیک رو برای آزادی بکنیم می‌بایستی مبارزه سوسیالیستی رو توأم باش بکنی و اصلا ما بقیه قاطی نشیم. برعکس ما باید بلوک خودمون رو داشته باشیم. این بلوک رو در مبارزه دموکراتیک و مبارزه برای سوسیالیسم همگام و همزمان ما جلو ببریم. ما اگر وارد مبارزه دموکراتیک‌گران بشیم اونا رو تضعیف می‌کنیم، برعکس اونا اگه بخوام وارد مبارزه ما بشن ما رو تضعیف می‌کنن. این یکی از اون درس‌های بزرگی هست که جنبش بزرگ کارگری ما به ما میده و الان ما به خوبی میتونیم استفاده بکنیم. اتفاقا الان این بحثی که آقای تقوایی و دوستانش مطرح می‌کنن که من کاملا موافقم با رفیقون حسن، باید اسپورگون بگیم در مثلا مناقشه نیست، ولی میگفتن که تو انقلاب فرانسه موقعی که درگیری‌ها خیلی شدید شده بود بین ژوندن‌ها و ژاکوبن‌ها و غیره اینها، روبسپیر که متوجه شده بود دارن یک کودتایی براش درک می‌کنن، اومد و یه نطقی کرد و گفت یک عده‌ای هستن که دارن توطئه علیه جمهوری می‌کنن، توطئه علیه فلان می‌کنن و این عده رو ما می‌شناسیم، می‌دونیم غیره اینها، اسم نبرد. مردم نفهمیدن که روبسپیر کیو میگه. همون‌هایی که این ازشون اسم نبرد ضد کودت ضد تاکتیک زدن به روبسپیر و اونها رو به سپیر رو محاکمه کردن و همه چیز رو سرطور شکستن. میخوام بگم که در بعضی لحظه های تاریخی هست که صراحت دادن، مشخص کردن، نه به در بگو که دیوار بشنور، به پنجره رو باز کن که باد از اون ور در بره، نه اینطوری نیست، باید اسم برد. الان ما بقایای طیف توده اکثریتی رو داریم که همشون یا اصلاح طلبن یا سلطنت طلب، حکومت رئیسی و غیره فدایی سابق سلطنت طلب تیفی هم که این وسط بودن اینا بیشتر با اون طرف میخونن و غیر اینا فراغ نگه دارن که رژیمی هن و فهم میکنن اصلا بس دیگه ای اونا از دور خارج شدن. ولی در چپ ما و این رو کجا ما خوب متوجهیم، قبلا میدیدیم که اینها هیچ ابایی ندارن که بخشی از این حزب کمونیست‌کارگری که با پرچم سلطنت طلب میره و غیر این حرفا و میگه اونا برای خودشون ما برای خودمون و غیره، ولی در ماجرای تظاهرات شکوهمند 16 آذر ما کنه مطلب رو دیدیم. این مسئله خیلی جدی‌تر از این هست. اینها معتقدن درست مثل تفکر توده اکثریتی اون موقع که نمیبایست مسائل ضد سرمایه‌داری رو در مبارزه علیه جمهوری اسلامی مطرح کرد و این به تضعیف مبارزه علیه جمهوری اسلامی مطرح میشه و این درست همون کلایی است که سر ما گذاشتن دوره خمینی. به هیچ وجه ما زیر بار این نباید بریم، به هیچی دائما هم مسئله تضادهای طبقاتی، مثلا اینکه اون شعاری که ما میدیم رو کامل با دویم مثلا چون الان مسئله آلترناتیوی که مطرح میشه، خب روح‌ها اشاره میکنن که این پایگاه اجتماعی آلترناتیو کجاست. مثلا کسی گرایشات سوسیالیست ما، خب پایگاه که میخوام این رو بسازن طبقه کارگره، خب سلطنت طبقه رو چه نقاط حساب میکنن؟ دیدم شورای ملی اینم تو صحبتاشون روح‌ها اشاره میکنن که ببینیم که این پایه اجتماعی اینا رو چی نیروهای اجتماعی اینا میخوان سرمایه گذاری کنن. همینجا که شما گفتید، خب کسایی هستن که میگن همه با هم راحت کردن خودشون، همه با هم سوسیالیست بردن، حالا تا امام زمان بیاد حالا بعد عدالت اجرا کنه. خب شما بله، همونطور که اشاره کردید هر جریانی باید پایگاه طبقات خودش داشته باشه. یعنی آلترناتیو وقتی که میگیم صرفاً به اصطلاح در حرف نیست، خیلی جریانات میتونن تشکیل بشن، از جمله همین چیزی که اخیراً تشکیل شده به عنوان مدیریت گذار. خب اولین سوالی که همه بهشون دارن که شما کی هستین، چی هستین، پایگاه اجتماعیتون کجاست. تعدادی افرادی دور هم جمع شدن، اینا مسائل رو مطرح کردن، اومدن خودشون رو به جای یک دولت قرار دادن و حتی به دعوت رضا پهلوی، البته به دعوت رضا پهلوی، یعنی خیلی هم مستقل ملی نبودن. اون نه، اونا چیز هست، اونا در واقع شورای گذارن. نه از یه جنسن،
فراخانی که رضا پهلوی داد اینا رو افتادن. اینو منظورم اینه. اون گفت که ما باید آلترناتیو رو پیش بینی بکنیم و غیره بکنیم. پس سرش ما دیدیم که مدیریت بازار به هر صورت اینا میگم نگه در ادامه اون. آره حالا به قول تو مستقیم یا غیر مستقیم به هر صورت پاسخ اولی به فراخان آقا بود. ولی بر هر چی پاسخ دیگه آهی شکر گوش چهره اصلی بهار و عاقل سلطنت لباس و تصادفا رئیس دفتر سابق شهبانو فرد. بله بله یعنی آدم چیزی است روشن. ببخشید رفیق ابراهیم اینا در واقع تو هوا دارن حرکت میکنن به نظر من و فقط تکیشون با نیروهای سرمایه بین‌المللیه که فکر میکنن که وضعیت جمهوری اسلامی طوری هست که در حال افتادنه هیچ آلترناتیوی وجود نداره و میخوان که در شرایط استثنایی در یه وضعیت استثنایی بلافاصله دولت تشکیل بدن و وزیر و وکیل و نخست وزیرشون هم مشخص کنن بلافاصله در روی اطلاع یا از طریق تانک ها یا از طریق موشک هاشون یا اینکه به هر حال در یک بزنگاه تاریخی اینا بیان اونجا بشینن و همه که خودشون بیان بشینن دولت رو تشکیل بدن حکومت رو در دست بگیرن تا بعد برسونن به یک مرحله آره مثل بنزوئلا بله خوان گوایدو مال همین دیگه و اینا در واقع تو خاورمیانه سابقه داره هم کاری که در افغانستان به نوع دیگری در شرایط اسلامی وجود داره اینا در واقع خواب اونو میبینن در حالی که غافل هستن یه غفلت اساسی میکنه. غفلت اساسی اینه که اینا جنبش 96 رو ندیدن. دیماه 96 رو متوجه نشدن به کجا داره ضربه میزنه. یک مسئله در جنبش 96 مطرح شد. یه اینجا اونجا شعار به اصطلاح به نفع سلطنت یا رضا شاه بودشاد مطرح کردن که بعدا معلوم شد که این اتفاقا بعدا معلوم شد که این شعار از طرف سازمان امنیت جمهوری اسلامی پخش شده. به دلیل خاصی می‌خواستن که به اصطلاح خودشون مردم رو بترسونن که آها داره وضعیت اینطوری میشه اسنادی که خود الان جمهوری اسلامی خودشون دارن دست خودشون رو میکنن حتی اگر واقعی هم باشه کار نداره حتی اگر واقعی هم بود در 96 اوج به اصطلاح مبارزات در 100 شهر یکی دو جان مثلا همچون حرف زده باشه کجا اینا میتونن به اصطلاح جواب چی بدن جنبش 96 اگر اینا دیده بودن اگر مثلا یه نان کار آزادی که اونا میخواستن مطرح شد در اونجا دیده بودن هرگز این فکر نشده متوجه نشدن و نمیدونن مثلا به کجا ختم شده آبان 98 پاسخ یا تو دهنی بزرگی به مثلا اینا زده شده بوده که الان اعلام کردن نیروهای مثلا کارگری نیروهای روشنفکری در درون جامعه ما که آلترناتیو وجود داره آلترناتیو با پایه وجود داره نه آلترناتیو بی پایه اینا در واقع یه جریان به نظرم بی هویتی هستن که با اون چیز دارن حرکت میکنن و تا اونجایی که من میبینم که کارشون هم نگرفت حالا مثلا فلانی در اثر یه فامیلی که با وزیر امور خارجه سابق مثلا آلمان داره از اون طریق میره با این که اون که تماس میگیره صحبت میکنه فلان میکنه پروتکلی که نمیتونه ببنده میخواد ببنده به کی؟ اونا میدونن که قضیه چیه اونا بارها این چیزا را دیدن اگر اینا تجربه خمینی در پاریس رو میخواد تکرار بکنن این غفلت رو دارن که خمینی موقعی که در پاریس امثال یزدی و بنی صدر و قطب زاده و امثال دور برشون بودن و تماس میگرفتن با دیگرون به اعتبار یک پایه حرکتی در ایران بود همون نیروی روحانیت بود که خمینی اینجا داشت سخنگوشون بود اینا هم داشتن این کار رو میکرد حالا اینا میخوان تو هوا این کار رو بکنن به نظر من اینا تکلیفشون خیلی بیش از هر کس به نظرم اینا تکلیفشون مشخصه تازه چی میخوان؟ خواستشون چیه؟ حفظ تمامی سیستم موجود منهای آخوند آیا مشکل جامعه ما اینه؟ مشکل جامعه ما 40 سال قبل واقعا غیر از این چیزی بود که به قول معروف اینا میخوان همین بود جامعه با تمام یه صحبت من یه داشتم که یه عده فکر میکنم که مثلا در گذشته بهشت بود من به شوخی بودم آقا بهشت میگن جهنم میگن 7 طبقه است اون بهشت نبود اون جهنم بود طبقه سوم بود الان افتاد طبقه هفتم
ولی در مجموع جهنم بود. حالا اینا همون جهنم رو میخوان؟ یعنی در واقع ایران سرمایه‌داری، ایرانی با همون به اصطلاح قواعد و قوانین که مسئله کار، مسئله زنان، مسئله آزادی ها و و و و همه اینا با همون سیستم میخوان اینا این مسئله رو پیش ببرن. اینا از یک طرف بازگشت به عقب هستن به لحاظ فکری، از طرف دیگه حفظ وضعیت موجود، سیستم سرمایه‌داری موجود هستن که همین بلایایی که سر مردم اومده بوده، همین سیستم نئولیبرالی که الان سراسر دنیا داره به اصطلاح شلاخ کش میکنه، اینا میخوان شلاخ کشی به شکل نمونش بکنه. به نظر من اینا یه اصطلاحی داشت که میگفتن هستشون به آب، اینا هستشون به آب. خب مرسی دفعه خسن شما. از کنم که یه جوری من دنباله حرف رفقا صحبت میکنم، مالا یا خوشبخت داره ببرم در افق های بزرگ ما چهار نفر ترسیر بار نیست بلی هم نزدیم آفرین اگر که در یک راستا صحبت میکنیم و خوشبختانه و بخش بزرگی از فعالین کارگری و اجتماعی داخل کشور هم نزدیم دقیقا. مرسی که تکمیل کردیم. از کنم اگر که به طور واقعی یک شما داشته باشیم تا بر بستر اون شما اظهار نظر کنیم، اگر طبقه کارگر و متحدین طبقه کارگر رو به عنوان لولای اتصال این جنبشه که حضور مادی مستقیم و اینجا و اونجا تشکیلاتی داره بخونه بدیم، پایه بخشی از این حرکت بزرگ بکنیم، چپ کمونیست را هم در کنارش ببینیم، این در مجموعش خوابان ابراهیم و رفیق اما بیروز خواهان در همشکستن ماشین دوتی سرمایه‌داری هست در این حال که استبداد مذهبی را حاکم را میخواد بزیر بیاد. کنارش یک گرایش بزرگی به نام جمهوری خواهان، طیف رنگارنگ جمهوری خواهان، بعضا هم با چیزهای ظاهر رادیکال که در برخی از اون شعارها شما مشترکیم، مثل جدایی دین از دولت، مثل سکولاریسم و اینا. خب اینا تو منتها اینها با این چند تا شعار برجسته که موضوع روزه از وقتی فرصت های برابر بین زن مرد رو با معنای طبقاتی وارد میشن و در شکل سیاسیش به پرچم تبدیل کردن. اینها در نهایت همون ساختار نظام رو میخوان با حسب حکومت ولایت فقیه، حسب استبداد سیاسی ماکسیموم، حالا با کلمات یا بی کلمات، که خود یک رویایی تا زمانی که سرمایه‌داری باشه امکان پذیر نیست استبداد سیاسی به مرور خودش رو شکل بده. خب این یه طیفه که در کلیترین کلام خواهان نظم موجوده. طیف دیگری هست که اینجا دو بخش رفقا باید که من اینا رو میخوام بدل باز کنیم. یک طیفی هستش که معطوف است به طبقه متوسط بالا، گوش بدید، که اینجا و اونجا عرض کنم حضور شما هم میخواد با امپریالیسم بسازه، هم یه خورده با طبقه متوسط مایل به پایین بسازه، هم با جمهوری خواهان بباشید از این کلمه استفاده کنم لاسی میخواد بزنه، هم با بالانسی. این تیفی هستش که اساسا جمهوری خواهن ولی معطوف به بالا و اساسا از بالا، اساسا وابسته به جهان. یک گرایش دیگری هست که سیخهیتره، روشمتره، بیفهمتره، بازگشت نظام سلطنت، در واقع تحول از بالا. توی مصاحبه آخر رضا پهلوی و از دید من نوه رضا خان میرپنج رو اگر گوش بکنید، انقلاب بیره ملا، او میخواد با همدستی و همکاری دول امپریالیستی و با همدستی و همکاری سپاه، بسیج، ارتش شاهنشاهی، بخشی از ارتش، یک جا به جایی قدرت بکنه، اینشون تشریف بیارن ایران بشن حاکم. بنابراین نه فقط با تحول عمیق سیاسی موافق نیست، آشکارا با انقلاب هم مخالف، حتی انقلاب سیاسی از طریق رودروی اکثریت مردم باید تمام امیدشان به ارباب امپریز به در رأسش آن چیزه. خب ما اگر جمع بکنیم این خورده آلترناتیو ها را، در نگاه اول دو چهار تا آلترناتیو داریم که با چهار آلترناتیو مابعضای اجتماعی هم دارند، ولی در نگاه عمیق‌تر دو آلترناتیو داریم. آلترناتیوی که خواهان یا انقلاب یا تحولات سیاسی است برای به زیر آوردن حاکمیت جمهوری اسلامی ایران
به جایگزینی به قول ابراهیم گفت یک قرائتی جای اون، یک چیز جای آخوند، جای آخوندی که دیگه بیاد و سطح معینی از آزادی های سیاسی و دموکراتیک رو جاری کنه. مندهیست البته یک گرایشیست که الان بهروز گفت که ما خودمون رو گوشه کوچکی از اون دریای بزرگ میدونیم که خواهان دگرگون کردن انقلابی از پایین تمام ساختارهای اقتصادی و سیاسی است، چرا که تنها امکان بقای حتی دموکراسی، حتی آزادی سیاسی را در گرو در همشکستن ماشین دولتی سرمایه‌داری، در ایجاد تحول انقلابی در سیستم نمایندگی، در ساختار اداره حکومتی بالا بردن، شکوفا کردن حکومت شورایی کارگری با متحدین مختلفش، یعنی هم در شکل حکومتی هم در مضمون انقلاب اجتماعیش، ارتقاء بیوقفه و همزمان بدون اما و اگر انقلاب سیاسی به انقلاب اجتماعی، او رو نمایندگی میکنه. خب این ظاهرا چهار گفتمانه، به طور واقعی دو گفتمانه. خوبه که ما حالا به این واردش بشیم، این در واقع دستور چه نمیخواهیم چه میخواهیم هست. ولی اشاره هم به آلترناتیو مجاهدین شورای ملی مقاومت، بله درسته درسته، من اون هم وسط گذاشته بودم، آره اون اساس دموکراسی هم قبول نمی‌کنه، شما از پیش انتخاب بله کرده. البته اخیراً یه ده ماده‌ای دادن و تناقض در همین جاست، یه چیزی ده ماده‌ای دادن و اونجا رئیس جمهور و فلان یه نفر میشه انتخابی اعلام کرد. آخه شما که رئیس جمهور با دولت رو انتخاب کرد، شما مریم ماه تابان دارید که میخوایی بگید ملیت به ایران تناقض اصلی دارن اونا. سازمان مجاهدین سازمان مجاهدین به دلایل مختلفی فکر میکنم الان تو ایران، یا حداقل در سطحی که ما میدونیم میشناسیم میفهمیم میشنویم جایی داشته باشه، جریانی که هر روز دنبال یک مثلا جریان خارجی هست که چگونه مزدوریش بکنه، چگونه کار رو یک روز چسبیده به عراق، عراق سقوط میکنه به عربستان و اسرائیل، یک سازمان مجاهدینی که از همون ابتدا علیه مثلا سلطه‌گری اسرائیل در خاورمیانه بود رفیق و جونجونی اسرائیل میشه و هیچ مجاهدی حق نداره که بگه بالا چشم اسرائیل ابروه، با عربستان اونطوری میسازه، از این طرف در رابطه با آمریکا و اینا که تکلیف روشنه، در مراسمی که میذاره ارتجاعی ترین جریانات اروپا و جنگ طلب ترین جریانات چه در آمریکا چه در اروپا و فاشیست ترین جریانات، مثل اون یارو ایتالیایی که در اونجا هست سخنرانی میکنه، کمک مالی به مثلا جریانات فاشیستی در این کشور اون کشور، یعنی همزاد خودشو به نظرم پیدا کرده. در اسپانیا برای تکمیل دیگه اسنادش در اومدی. آره من بخش نفسه اسپانیا ایتالیا گفتم. نو فاشیستی ووکس. اولین کمک مالی که گرفت که تونست بخوای سرویسم سندش در اومده یکی از مجاهدین. بله همین رو ما تو اشتباهی ایتالیا. و یعنی اینا به نظرم سازمان مجاهدین از نظر به اصطلاح برنامه‌شون هم که کاملا روشنه. دیگه اون برنامه‌ای که در گذشته‌های دور ایران گفتن به اصطلاح جمهوری بی طبقه تولیدی، تولیدی بی طبقه، جامعه جامعه بی طبقه تولیدی خدا بیامرزه اونا گذشت. این جریانی که هست رفت مجاهدین که حتی سالهای اول بعد از انقلاب بود نداره، رجبه یک سکت یک فرقه ایجاد کرده که برحال فکر میکنم حالا اگر زنده باشه پایان به اصطلاح یک روندی از این طرز تفکر باطنی که در واقع تو جامعه ما بود، حالا بحثش مفصله من وارد نمیشم، فقط میخوام بگم که اونا دیگه به نظرم تشتش رو از با افتاده. یک کلمه حرف بیرجان احمد اجمالجان به طور روشن آشکار بی ذره تردید سازمان مجاهدین خلق جریانیست آشکارا مزدور، یعنی این به عنوان نیروی مزدور ببینید که برای ارتجاع منطقه به امپریزم جهانی کار میکنه و این اصلا از تعریف سیاسی و
به نظر من خارج شده، ولی بدونیم که این چه نقشی داره. بیروجان ببخشید، بیروجان منو این ابراهیم آوخ هی پریدیم چون نوبت چه سواله به اینکه این بحث مجاهدین ببندیم. مجاهدین واقعا یک سکته، یک فرقه جدا افتاده است، فرق میکنه در این زاویه با حتی با طرفدار رضا پهلوی قابل مقایسه نیست. درسته کاملا. و پایگاه اجتماعی داخل خودش تقریبا میشه گفت که به طور کامل واقعا از دست بده. اگر از دست نداده بود اینجوری آویزون سیاست های خارجی نمیشه با این شدت. شما حرفای رهبری مجاهدین رو در کنار حرفای رهبری سلطنت طلب و جریانات دیگه راست بذاری، هیچ کدوم مثل مجاهدین وابسته به سیاست خارجی نیستن. برای وقتی شخصیت هایی رو که دعوت میکنن، هیچ کدوم شخصیت های جنگ کردن و دعوت کنن. اینا دعوت به حمله به ایران کردن. اینا نکردن. نمیتونید بگید که اردشیر زاهدی به دانش همایون یا رضا پهلوی درخواست حمله به ایران کرده باشه، حتی اون که تعدیلشون خواسته باشن، ولی مجاهدین رسما خواستن و بولتون و اینها رو می آوردن $100,000 $150,000 ماش دادن بهشون در واقع دستمزد میدادن، همش به اینا بود. و این نکته هم که رفیقم ابراهیم گفت و باید یادآوری کرد، فقط هم آمریکایی‌ها نه، توی اروپا هم شخصیت هایی که دعوت میکنن همه دستراسه افراطی هست، مثل آزنار اینا که دو باند جورج بوش پسر آمریکایی در اروپا بیدن، اینا نوکان های اروپایی رو جمع میکنن. این که حسابشون کاملا متفاوته. اما خب ما از انقلاب بهمن و شکستش درس گرفتیم، نیروهای راست و بورژوازی هم درس گرفتن و اون شرف معروف بازرگان رو اینا الان دائم به همدیگه دارن میگن. بارون میخواستیم سیل اومد، اینا همه بارون میخوان، اینا سیل نمیخوان. به خصوص با دی 96 و آبان 98 اینها متوجه شدن که وقتی شکاف ایجاد میشه و توده این متراکم شده این نیروی اعتراض میرزه تو خیابون، همه چیزو میخواد در بنورده و این طبیعی هم است. تنها نیرویی که از این فراروی این و فرافکنی این خشم و اینا هم راضی هست هم تشویش میکنه چپ انقلابیه، بقیه باش مخالفن. اینها میخوان که ماشین دولتی موجود دست نخورده ترین شکل خودش بمونه. به خصوص دیدن که دوره شاه هم وقتی ارتش داغون شد چجوری همه چیز داشت از دست در میرفت. یادمون نره جمهوری اسلامی یک شبه خودش رو مستقر نکرد. جمهوری اسلامی در یک درگیری خونین دو سال و بعد دهه خونین 60 در ادامش تونست خودش رو مستقر بکنه. و اگر جنگ ایران عراق نبود اصلا معلوم نبود حتی بتونه از این مساف پیروز بیرون بیاد. انقلاب رو اینجوری در چند مرحله اینها در واقع شکست دادن و ماشین دولتی رو دوباره بازسازی کردن. اینها میدونن که اگر این بار ضربه ای بخوره سپاه پاسداران ارتش دوباره نیروشون از بین بره، این بار تودای مردم دیگه اون شوراها اون کمیته‌های امداد و غیره رو که ایجاد کردن نمیارن تقدیم امام بکنن، نگه میدارن. اون شکافی که اون دفعه افتاد و درش تکرار میکنن توده یا اکثریت رو نقشه بسیار سنگینی داشتن، دیگه این بار به این راحتی اتفاق نمیفته. حافظه طبقاتی مردم ما تو این جنبش نشون داده شده که بسیار بالاست. یعنی ما اون حرف معروفو که میگن اعتصاب و حرکت و اینا مدرسه ای انقلابه رو به وضوح داریم میبینیم. بعد 20 سال سلطه گفتمان اصلاح طلبی، 20 سال شوخی نیست، از 76 خرداد 76 تا دی ماه 96، 20 سال تبلیغات سرسام‌آور در داخل و خارج بخش به اصطلاح اپوزیسیون به نفع گفتمان اصلاح طلبی که در چارچوب همین قانون اساسی ظرفیت‌های دموکراتیکی وجود داره که میشه اینها رو گسترش شد. یعنی بزرگترین دروغ این دو دهه رو اینا تکرار کردن و برد داشتن و این تاثیر داشت. جنبش دانشجو رو به انحراف کشونده بودن. دفتر دفاتر تحکیم وحدت دانشجویی به مثابه ابزار اینها عمل می‌کرد. در خارج از کشور بخش بزرگی از اپوزیسیون پادوی این گفتمان بودن. یاد از نیست ما اسم ببریم دیگه، اول همه رو میدونیم، از فرخ نگردان تا علی کشکرها و غیره، اینا همه اینا پادوهای رواقی نسبت طلب بودن. یکی ذوب شد در ولایت مثل فرخ نگردان، یکی الان ممکنه ذوب بشه در واقع در سلطنت و فرشگردی و غیره نفا. اما در یک چیز همه اینا مشترکن اگر خوب نگاه بکنید، چه اپوزیسیون جمهوری خواه صادق که واقعا جمهوری میخواد، ببینید ای هست انقلاب هم میخواد، آیا در گفتمانشون اینها به حرکت انقلابی مردم اعتقاد دارن یا نه؟ واقعا دلشون میخواد که در یک مساف طبقاتی در یک مساف انقلابی تکلیف این رژیم روشن بشه؟ همشون از این بحث در میرن. هیچ کدوم نیست که دعوت به انقلاب بکنه، هیچ کدوم نیست که حرکت دی و آبان رو به مثابه طلایه انقلاباتی بهش برخورد بکنه.
همش شورش نان، شورش گرسنگی و غیره، فشار رژیم، انفجار و غیره اینها نگاه میکنن. این که این دیالکتیک این چی هست؟ اینا چجوری این حرکات رو هم تاثیر میذارن؟ این یه بحثی که اینا درسی که ازش میخوان بگیرن، با وضوح دارن میگیرن. انقلاب نمیخوان. از همه بدتر هم اتفاقا همین طیف رضا پهلویه که ماجرای عدم واکنشش به کشته شدن قاسم سلیمانی واقعا نشون داد که پشت پرده خبرایی هست. و از اون مهمتر مصاحبه آخرش تو این سمینارش که سرراست سناریویی که ما نمیخوایم اینجا خون ریزی بشه، نمیخوایم هر کی به هر کی بشه، جامعه باید قانون داشته باشه، جامعه باید بنابراین ما باشه، از این ارتش، از این سمینار میخوایم. درسته. و در مجموع آلترناتیو راست در همه شکل‌های خودش سر چند تا محور اشتراک داره. انقلاب نمیخواد. مداخله مستقیم توده کارگران و اوبیلان اصلا نمیخوام. مسئله مداخله امپریالیستی بعضیا میخوام بعضیا نمیخوام. ولی مسئله کمک های امپریالیستی رو همشون میخوام. شما نگاه کنید که رضا پهلوی با واسه به عنوان پرسر صدا ترین نشدان مطرح کرد گفت آقا شما این چیزایی که میبندی قراردادایی که با جمهوری اسلامی ما رسما نداریم، ما از این بعد شما باید با ما معامله بکنید. اصلا معلومه چی بهش یا همین آقای دموکرات جمهوری خواه معنیش که بهش وکالت داده که اینجوری بیاد حرف بزنه. واقعا اینا ما میگن که این میخواد بشه خوان کارلوس. والا این چیزایی که ما ببینیم میشه رضا پهلوی دوم در واقع و پدر در میاره. ما همچی خوان کارلوسی رو ندیدیم که هنوز نه انتخابات شده، نه اتفاقی افتاده، نه مردم بهش وکالت دادن. خیلی سریع به داووس من به مناسبت داووس که سخنرانی کرد، اجلاس داووس گفت شما از این وقت دیگه به ما باید باشین و مطرح کرد که به ما کمک هم باید بکنی. حتی گفت اموال جمهوری اسلامی رو بگیرید بدید اپوزیسیون که ما باشیم. یعنی همه چی روشنه. ذره دموکراسی طلبی و خوانکاردوست بودن ما تا اینجا در بینشون ندیدیم. اولا بازم پرانتز میکنم ما چون صحبت گل انداخته، اولین چیز خوانکارلوسی اینه که مثل خوانکارلوس باید فاشیسم فرانکو رو محکوم کرد. ایشون کودتای 28 مرداد باید محکوم کرد. باید اینکه پدرش رو با یک کودتای خونریز آوردن روی کار باید این محکوم بکنه. اولین شرطش اینه. بقیه رو نمیشه بس کرد. ولی ببینیم میکنن اینا بجرت میکنن اینو بگن یا هنوز انقلاب شاه ملت تموم نشده. یه نکته فقط چون بقیه بیشتر از من حرف زدن، منم به خودم وکالت نمیدم چون به جای من، چون به جای من حرف زدن، جای من حرف زدن، من به خودم اجازه نمیدم یه خود بیشتر اونیه که مسئله. ولی این جدی این خیلی باید باشه. ببین الان اقتصاد ایران یه اقتصاد ورشکست است. این اقتصاد ورشکستی برای اینکه راه بیفته یک سیاست‌های کلان اقتصادی رو باید مطرح کرد. ما باید بگیم که دری به تخت خورد و فردا طبقه کارگر ایران سیاست رو انقلاب رو پیش برد و قدرت در دستش گرفت. سیاست‌های کلان اقتصادی چیه؟ ما موظفیم که این رو بگیم. درسته که به جای خوش بس بود. اینا از الان دارم میگم. جناح راست در این مورد سر راسته. همشون هم با هم توافق دارن. تکیه به کمک‌های خارجی. اینا نفت ایران رو پیش فروش خواهند کرد برای چند نسل. ما رو بدهکار خواهند کرد از الان تا بعد. به کمک پول خارجی و غیره اینها صنایع اینها رو راه خواهند انداخت، یک رونق بادکنکی ایجاد خواهند کرد و ما رو با کله خواهند برد که در بهترین حالت بشیم مکزیک که برای 100 سال بدهکارن، نفس میخوان بکشن، آمریکا میکوبه کلهشون، پوستشون رو میکنه و مجبورن نسل به نسل کار کنن تا بقیه پولا رو بدن. اینا نفت رو با این کار خواهند کرد. یعنی کمک خارجی فقط کمک نظامی نیست، مسئله دام بدهی ها که یکی از اصول نئولیبرالیسم جهانیه. جهانی شدن نئولیبرال یکی از پایه‌های اساسیش بدهکار کردن کشورهای پیرامونی ملت‌های جهان و کشورهای خود مرکز است. همه این کشورها بدهکارن، همه‌شون بهش بدهکار. این برای ما هم خواهد بود و این به این معناست که اینها این سیاست‌ها رو با خودشون خواهند برد و برای اینکه این سیاست‌ها پیش بره مثل همه جا میبایستی جنبش کارگری و حقوق بگیران سازمان یافته رو در هم بکوبند. در بهترین حالت اینا مثل تاچر باید اقدام بکنن. یعنی اینها کارگران و حقوق بگیران ایرانی بدونین اینها به شما اجازه نخواهند داد که شما سازمان‌های مستقل خودتون رو ایجاد بکنید. در بهترین حالت همین خانه کارگری رو که شاه درست کرده بود که ساواک کنترلش بکنه بکوبه تو سر فعالین واقعی، تبدیلش کردن به خانه کارگر اسلامی که باز همون کار رو این بار به نفع خلافت انجام بدن. اینها باز از این جور سازمان‌ها ایجاد خواهند کرد برای اینکه شما رو کنترل بکنن. هیچ برنامه دموکراتیکی که تشکلات مستقل کارگری و حقوقی رو تضمین بکنه، آزادی بیان بی قید و شرط رو تضمین بکنه، در هیچ کدوم از برنامه‌ها اینجا نمیری. من با یک از اینا بحث داشتم، مثلا میگفت که شما چی میخواین؟ من چقدر چه اشکالی داره که مثل فرانسه باشه؟ بگم هیچ اشکالی نداره. شما اگر روی کار بیایید و این آزادی‌هایی که تو فرانسه هست به ما بدید، ما هیچ اعتراضی به اینش نمی‌کنیم.
ولی میدونید تو فرانسه وقتی اعتصاب میکنن کارگران میرن در خونه کارخونه پیکت میذارن، بلوکه میکنن، نمیذارن برن بیان. شما میذارید اجازه میدید کارگران این کارو بکنن؟ گفت نه، این آنارشیزمه. گفت نه، این دیگه نه. دقیقاً این دیگه نه. یعنی یه سری چیزا، یعنی دقیقاً ترجمه بکنم فقط تمام بکنم، یعنی یه سری آزادی فرمل رو کاغذ ما به شما میدیم، ولی اگه شما از اون واقعا بخواید استفاده کنید وقتتون جلو برید، نه، اون ما میکوبیم میتون برش یه قشنگ توی شعر زیبا. در مورد صحبت بیروز بگم یه بار ما یه صحبتی داشتیم، فکر کنم حسن هم بود یادشه، یکی از اینا که حالا فوت شده و خیلی هم ادعاش میشد اینا صحبت میکردیم در رابطه با همین مسئله طبقه کارگر، را میگفت خب حالا طبقه کارگر میتونه سندیکاش هم برقرار بکنه، سندیکا داشته باشه فلان، ولی اگه طبقه کارگر بخواد پاشو از گلیم خودش دراز بکنه باید پاشو قطع کرد، ولی با استراحت اینا چون نظام جامعه نباید با هم بخواد. خب ما چقدر وقت داریم شما آقای رئیس؟ من دو تا نکته رو خواستم بگم. بگیم ما سعی کنیم بحث رو خواهر رو قطع نکنم. بسیار. شما به راحتی بتونید شما وجدان کوتاه بذارید چون بحث مهمیه. حالا اگه داشتیم شد از زمان اون این من در عدول کردیم زیاد چیز کنیم شما بتونید بحث شست رخته تحویل بگیم. من یه تا نکته میگم بعد شما تو هم میگم که خواهش میکنم اون عزیزم خواهش میکنم. مجموعه صحبت کردیم در رابطه با مدیریت گذار اشاره کردیم که چی میگن، سلطنت طلبا گفتیم چی میگن، جمهوری خواهان رنگارنگ گفتیم، مجاهدین اشاره کردیم، حالا توی وسط ممکنه یه بخشی از کسانی به اصطلاح دموکراتایی باشن که خودشان جمهوری خواه بدونن فکر کنن که مثلا مسائلی فراتر از اینا دارن، ما با اونا فعلا بحثی نداریم، ولی اونهایی که اونا هم اگر در این چارچوب بخوان حرکت کنن ما مثلا کاملا روشن در رابطه با نظراتشون، ولی اون چیزی بخش دیگره که بهروز هم اشاره کرد و فقید هم اشاره کردن که آلترناتیو به نظر من، آلترناتیوی که ما بیان میکنیم به نظر من موجود هست، آلترناتیو اعلام شده در درون جامعه ایران، اعلام شده آلترناتیو که ما میگیم آلترناتیو شورایی در جامعه ایران، اولین بار در جنبش کارگری هفت‌تپه مطرح شد، در دانشگاه ها مطرح شد، در جاهای دیگه مطرح شد، این آلترناتیوی است در مقابل آلترناتیوهای دیگه. اونه که میگن شما چی میگین؟ ما اینو میگیم، مدیریت شورایی، حاکمیت شورایی در تمامی عرصه ها، اینو میتونیم حالا بازش کنیم و دقیقا هم باید بازش بکنیم، چون فکر نکنن یه عده وقت مطرح میکنیم مثلا فکر میکنن که ما مسئله آزادی ها ما اتفاقا هم لایسته هست میخواییم که ماهیت به اصطلاح چه حرکت ما هست، هم بس فراتر از همه اینا برابری حقوق زن و مرد تمامی عرصه ها، در تمام سطوح، در تمامی عرصه ها، فرصت های برابر، دقیقا، آره فرصت های برابر، یعنی آزادی هایی که اونها مطرح میکنن ما به مراتب گسترده تر در رابطه با چیم هم آزادی به غیر شرط سیاسی که ما مطرح میکنیم که هیچ کدوم جرأت مطرح کردنش ندارن، ما به طور وسیع تو همه اونا را به اصطلاح چیز داریم، جدای دین از دولت فلان به همان حرفا، ما انحلال تمامی ارگان های سرکوب موجود میخوایم، تمامی دستگاه های سرکوب رژیم میخوایم، فراتر از اونا ما انحلال دستگاه روحانیت رو میخوایم که بخش مهمی از سرکوب بوده در طول تاریخ در جامعه ما، اگر دو بازی سرکوب داشتیم روحانیت و به اصطلاح سلطنت در طول تاریخ، وقتی که ما میگیم که ارگانهای سرکوب الان روحانیت اومده سر کار، ارگانهای سرکوب از این داره، دستگاه روحانیت پایه فکری و پایه حرکتی این به اصطلاح دستگاه نظامی سرکوب رژیمه، بنابراین اون هم ما فراتر از همه اینا که هیچ کدوم اینا جایش نمی کنن. ما مسئله به حال اسم آزادی، آزادی مذهب، آزادی ضد مذهب، آزادی در تمامی عرصه‌ها رو چه مطرح می‌کنه، ولی اون چیزی که وجود داره، اون چیزی که گفتیم اگر دیگرون پایه ندارن برخلاف تصور، من نمیگم ما که میگم یعنی کمونیستا، اونهایی که شورای به اصطلاح شوراهای کارگری و شوراهای مردمی رو فریاد میزنن اونا پایه داره، همین الان جنبش کارگری ایران وسیع‌ترین جنبش کارگری
شاید تو خاورمیانه باشه، حالا شاید در جهان باشه، در جهان باقونه باشه، شاید در جهان باشه. سیا جایی حرکتی ما هستن، خواست اونا چیه؟ نان، کار، آزادی. این خواستی که ما داریم، این شعاریه که ما داریم و اون با پیوند، پیوند که میگه مقصود نیست که مثلا من یا گروه من یا فلان، مسئله نیست، مسئله یک مجموعه نیروهای تو جامعه ما وجود دارن که خواست مشخصی دارن و این موج سهمگین خودشو به منصه ظهور رسونده و اونم از به اصطلاح ده 96 اعلام حضور جدی کرد و از اونجا گفت که گذشت ماجرا، اصلاح طرف، آره، نیروی جدیدی وارد صحنه شده که حاکمیت رو همینطور که از اونجا تا به اینجا که رسیدیم عملا به وضعیت رسیدیم که دیگه مردم نمیخوان و حاکمیت هم میبینیم به چه بلبشوی در درونش افتاده. ببخشید من در بین چپ رادیکال کمونیست ها و آلترناتیو ممکنه نظرات سایر روشنایی داشته باشه، سعی میکنیم ما جلسه ای بذاریم شما و رفقای دیگری که خب نظرات سایر روشنایی دارن، ولی به طور عام، به طور عام جنبش کارگری طرفدار دموکراسی شورایی. بله، حکومت نوع کمون، حکومت نوع کمون، حکومت نوع کمون، نه دولت. من اولا صریح و روشن و بی پرده و بی اما و اگر بگم همه نیروهایی که باور ندارند به تحول بلاواسطه انقلاب سیاسی به انقلاب اجتماعی و عبور از سرمایه‌داری، اینا ریفورمیستن، میخوان جمهوری خواه رادیکال باشن، میخوان دموکرات باشن، میخوان لیبرال باشن، همه اونهایی که به حفظ نظم استثمار، به بردی کار مزدی، حفظ نظام سرمایه‌داری، چه ملیش، چه جهانیش، چه هر زهرمانش، چه نئولیبرالیسمش، چه سرمایه‌داری کلاسیک، همه علیه طبقه کارگر در عمل، علیه بنیانهای کلیدی حتی آزادیهای سیاسی هستند. در یک کلمه اینا رفورمیست هایی هستند با رنگ آمیزهای مختلف، پر رنگ، کم رنگ. اما به قول این رفقا اگر این جنبش گفت نه سازش، نه رفورم، اعتصاب، انقلاب، بنابراین در به همینا پاسخ میده. بنابراین من هیچ شکلی از آلترناتیو های جمهوری خواهی رو اگر به نظام سرمایه‌داری در پلتفرمشون مورد تعرض قرار نگیره جز نیروهای رادی دموکرات به معنای انقلابی در هم شکننده ساختار سیاسی اقتصادی نمی‌شناسم. این تعریف من روشن و بدون سوء تفاهم باشه. دوم اینکه همه ما ها حرفای مشترک زدیم، اختلافی تعریف اساس ممکنه سایر باشه، یکی کمرکتر یکی پررکتر، ولی اساس اینه. ولی آیا کافیست؟ به نظر من درسته که ابراهیم و بهروز هر دو به درستی تاکید کردن پایه اجتماعی اکثریت جامعه، طبقه کارگر، متحدین، روشن فکران، زنان دار، همه اون پلتفرم دگرگونی بزرگ رو دارد. اون شعار ضد سرمایه‌داری که آیا امیر طباهی جیغش در آمد توی 16 حاضر سرخ سیما این جنبش نمایش میده، یا ناکار آزادی که الان جنبش ناکار که ابراهیم گفت. اما آیا با گفتن اینها ما موفق بشیم گفتمان ما، یعنی ما نه این جنبش انقلابی بزرگ، موفق بشه گفتمانش رو متحقق کنه و گفتمانهای دیگر رو در حاشیه برانه؟ این شرط و شروط خیلی سنگینی داره. اگر ما به این شرط و شروط آگاهانه تن در ندیم بهش فکر نکنیم، شانسی این که بدشانسی این که یک بار دیگر در این مسافه که اکثریت با این فکره ولی اقلیت ارتجایی بازی رو ببره میتونه کم نباشه. یعنی تشکیلات، سازماندهی و و و که بحث بعدیست، میخوام بگم که میشه اون بخش کوچک که از رسانه های عظیم سرمایه داری جهانی و حمایت ارتجاع منطقه بربری برخورداره میتونه بخشی در درون این جنبش رادیکال و انقلابی انحراف بندازه، میتونه اخلال ایجاد کنه در این روند تاریخی
میتونه انقلاب رو استحاله کنه به نفع ارتجاع. این هم اون میتونه های مادر این حال که رومانتیک نیستیم، معتقدیم سراسر که بستر کلی جامعه ما جبور سرمایه‌داریست و همون اندازه خوشخیال نیستیم که فکر کنیم چون ما سود بلبلی میزنیم یا طبقه کارگر میزنه همه میارین و گول نمیخورن. نه، گول هم میخورن، به تحریف هم کشته میشه. پس چپ کمونیست به ویژه رهبران طبقه کارگر و رهبران جنبش های مدنی و اجتماعی چپ انقلابی علل خصوص بایستی تمهیداتی تشکیلاتی و سازمان یافته برای خونسا کردن این زهرهای جهنمی و ویرانگری که از هر سو جنبش بزرگ ما را تهدید میکنه تعبیه کنن. و رو اینم باید فکر جدی بشه. هنوز ما به اندازه کافی ابزار لازم نداریم، از جمله یک تشکیلات قوی متحد یک دست در داخل و در خارج و فرصت هایی که این گفتمان رو همین اگر رفقا گفتن به گوش تکتون تفاری تبقیه کارگر خوشبختانه با هوشیارند و بهتر از بنده هم میدونن، ولی برای توده تبقیه کارگر، توده متحدین توحید دستان و متحد تبقیه کارگر که خطر این که با بازی ها دموکراسی و آزادی و فلان بهمان و شعار آزادی زندانی هستی چه اینا به کجراها کشتی بشن کم نیست. یعنی وظیفه ما در تاریخ هیچگاه نه مایه را کارگر یا مایه حسن حساب ابراهیم آفق به روز و بیجا، نه وظیفه چپ کمونیست، وظیفه نیروهای انقلابی هیچگاه در تاریخ به این سنگینی و به این مهمی و به این سرنوشتی نبوده. و خواهش میکنم رفقا در این موردم وارد بحث بشن. ادامه میدیم. خب شما رفیق بهروز، خب این روشنه، ما تمام صحبت که تا اینجا کردیم سر شرایط عینی بود، یعنی وجود جنبش کارگری گسترده، وجود سطح بالایی از طرح درخواست‌ها و غیره، و خیلی هم هوشیارانه به خصوص دانشجویان انقلابی که نقش خیلی مهمی در اطلاع شعارها در ایران بازی کردند، در ضمن تکرار دائمی فرزند کارگرانیم کنارشان میمانیم، یعنی ائتلاف جنبش کارگری جنای چپش و جنبش دانشجویی و جنبش کارگری یه واقعیتی در ایران، یکی از بهترین خبرهایی که ما از ایران داشتیم و این نشون دهنده در هم شکسته شدن گفتمان اصلاح طلبان اونجا هم هست. من خسته نمیشم از تکرار این که درست دو هفته قبل از انفجار دی ماه 96 یک جلسه بزرگی رو دفتر تحکیم وحدت دانشجویی تشکیل داد در دانشگاه تهران که به قول آقای صادق زیبا کلام شعار یا حسین میر حسین سقف دانشگاه رو برداشته بود. دو هفته بعدش دی ماه اتفاق میفته که یک کلمه از آقای موسوی کروبی توش نیست، یک کلمه از استاتربی درش نیست و در مقابل خواسته های کار، نان، آزادی و همه این حرفا رو مطرح میکنن که نشون دهنده گسست اون بخش از جنبش کار دانشجویی و از بقیه مردم بود. برعکس این طرف دانشجوهای ما در جنای چپ خودش رو بازسازی کرده، خودش رو سازماندهی خیلی درخشانی کرده و در اطلاع شعرا هم نقش بسیار خوبی داشته. به محض اینکه اون وقت حالا امنیتی ها بودن یا عوامل خود این گروه ها بودن شعار در واقع سلطنت طلبی رو آوردن، اینا با شعار مرگ بر ستمگر چه شب باشه چه رهبر بهش پاسخ دادن. یعنی میخوام اینو بگم که حساسیت فعالین جنبش های اجتماعی ما به این خطرات ها هست، شاخصکاشون کیز خیلی عالی، همه اینها وجود داره. جناح چپ دانشجویی، کارگران فعال و چه آگاهی بالای سیاسی که با هر کدوم از این جنبش‌ها یه جهش می‌کنه. یادمون نره مارکس توی 18 برومر لوی بوناپارت یه پاراگرافی داره میگه که اگر در پیش از این اعتلاء و بالا رفتن آگاهی مردم فرانسه رو با نیم قرن ما اندازه می‌گرفتیم، انگار واحد الان واحدمون هفته است. هفته به هفته اینا در سیاست رو هضم میکنن، جذب میکنن و شعورشون رو بالا میبرن. که این بازم به خودی خود به این معنی نیست که این بالا رفتن آگاهی ترجمانش میشه پیروزی انقلاب سوسیالیستی، به هیچ وجه نیست. تا موقعی که چاره رنجبران وحدت و تشکیلات هست، از مانیفست کمونیست تا امروز گوش نکنیم به این پسا مارکسیست ها، اولترا مارکسیست هایی که خودشون رو مارکسیست میدنن ولی ذره از الفبای سازماندهی ضد سرمایه‌داری های منفعل در بهترین کلمه، کسانی که فکر میکنن بدون اینکه قدرت دولتی رو ما در هم بشکنیم و یک حکومت نوع کمون رو روی کار بیاریم یک تحول رادیکال ضد سرمایه‌داری ممکنه، اینها هم رفرمیستن. درسته.
این توجه بکنید به این بحثایی که اتفاق میفته، این حرفایی که این هالووی، جان هالووی، یکی از کسانی که این تز رو آورد، تغییر جامعه بدون تصرف قدرت سیاسی و این تخم لغو و شکست، انتقادهایی رو که از جناح‌های مختلف شده، نه فقط مارکسیستا، جناح‌های پوپولیست رادیکال هم این حرفا رو زدن، بهش نگاه کردن، همشون متفق بودن که این حرف یک رفرمیزم گندیده پوشیده است تحت عنوان آوردن شعار تغییر جامعه، چون مسئله قدرت سیاسی رو نادیده میگیره، این یک رفرمیزم، یه نوع رفرمیزم جدیده، این یک رفرمیزم پسا مارکسیسته، نه یک تئوری انقلابی پسا مارکسیستی. تئوری انقلابی که هنوز راه ماست، ابزاری که در اختیار ماست، دیالکتیکی است که ماتریس تاریخی در اختیار ما قرار میده، رابطه بین طبقات، توازن بین طبقات، قدرت تشکیلاتی طبقات، مساف انقلابی در هوا صورت نمیگیره، در همین توده های درگیر هست و مساف تشکیلات با تشکیلاته، بورژوازی تمام گرایشاتش با دستگاه دولتی میان جلوی ما و از تمام اونها استفاده میکنن. این تصادفی نیست که شاهزاده پهلوی میاد میره شروع میکنه معامله کردن با سپاه پاسداران، تکرار میکنم اونها هم درس گرفتن، بارون میخوان، آقا بارون میخوان، سیل نمیخوان، ما سیل میخوان، ولی برای اینکه سیل ما شهر رو نبره، بلکه در اون کانالایی که ما میخوایم بره، احتیاج به تشکیلات داریم. الان در ایران مشکل ما مشکل تشکیلاته. من یه 10-12 روزی است که تمام صحبت‌ها و مصاحبه‌های فعالین جنبش کارگری زنان اینا رو با دقت نگاه کردم، همشون اینو میگن، همشون میگن که ما احتیاج به این داریم که برای اینکه در تظاهراتی مثل جنبش دی، مثل جنبش آوان مؤثر ثمر باشیم، تشکیلات باید داشته باشیم. این تشکیلات یه روزه ایجاد نمیشه، همین کمیته های اقدامی که تشکیل شده، همین کمیته های مشترک کارگری دانشجویی که هست، اینا باید همگرایی خودشون بیشتر کنن، اتحادهای بزرگ و پایدار بین را بدبرن. من نگاه میکردم به لیست کارهای کارگری که در فاصله 21 تا 24 بهمن در ایران اتفاق افتاده. ببینید چه بوده. پنج تا کارگران پتروشیمی اروند اعتصاب کردند. آب و فاضلات خوزستان به دلیل شرایط کارشون اعتصاب و تجمع کردند. کارگران کارخانه سیمان ایلام اعتصاب کردند. توجه کنید. کارگران بازنشسته شیراز تجمع کردند. بازنشستگان صنعت نفت تراش کردن. پرستاران توانی مسکن همدان، ادامه تظاهرات پرستاران دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، نه که همه اقشار حقوق بگیرن و کارگران اینجا هستن. کارگر صنعتی داریم، پتروشیمی، کارگر خدماتی داریم، فاضلا، کارگر بازنشسته داریم، قشر از کار افتاده کارگران، بازنشستهای صنعت نفت همونن، پرستارا، کار بخش کارگران فکری و یدی در بیمارستان ها و غیره، همه اینا در حال حرکت هستند، همه اینها تو این جنبش مطالباتی هستند. اینها رو باید با هم دیگه وصل کرد. برای وصل کردن اینها ما احتیاج به اتحاد عملهای پایدار داریم. خوشبختانه میگم همه این رو میدونن. ما هم ننشستیم اینجا تو گرم و نرم توی پاریس دستورالعمل تاکتیکی بدیم که شما چه جوری بکنید، ولی باید بگیم که بکنیم. باید ما بریم طرف اتحاد عملهای پایدار، باید بریم اسمش هر چی میخواد بزنیم. من اسمش میذارم جبهه واحد کارگری. اینکه یک ظرفی که تمام این فعالیت ها رو ما درش بریزیم، تجربه این رو یک بارم داشتیم. ما شورای هماهنگی کارها رو اعتصاب و اینا رو داشتیم در ایران، یه دوره کوتاهی روی کار اومد، بعد به خاطر فرقه گرایی این از بین رفت. امکان اینکه یه سری آدمهای سرشناسی که وجود دارن برکاتی رو که میکنن با در نظر گرفتن تلفیق کار علنی با کار مخفی، فقط با علنی کاری در مقابل رژیم جمهوری اسلامی نمیشه ایستاد. ظرفیت های معینی رو باید به جلو برد، یه سری حرکاتی رو باید پر جنبش کارگری جهانی پر از این دو تجربه، در کره جنوبی زیر فاشیستی ترین دیکتاتوری نظامی، در آمریکا، در آفریقای جنوبی زیر رژیم آپارتاید، اسپانیا زیر فرانکیزم، شیلی زیر پینوشه، سرسرهنگا، همه جا این امکان وجود داره. این بنبست مطلق در مقابل این تشکیلات ما نداریم. اون چی که مهمه اینه که همگرایی بین اینها رو با تقویت کرد و اینجا اون وقت ما توی خودمون یک بیماری هولناک داریم که یکی از وظایف ما امروز اینه، فرقه گرایی. یکی دیگه از درسایی که ما از انقلاب بهمن میگیریم که بارها داریم تکرارش میکنیم، نباید هم خسته شد سنت تکرار و یا تکرار کردنی، که فرقه گرایی بعد از انقلاب قیام بهمن پدر جنبش کارگری ما رو در آورد. درست. به جای اینکه ما اقدامات همگرایانه رو توی جنبش کارگری تقویت کنیم، به جای اینکه مخرج مشترک کارگری ازش بگیریم، مخرج مشترک ایدئولوژیک می‌خواستیم بگیریم. هر کسی گروه‌های هوادار خودش ایجاد کرد. سازمان فدایان کارگران پیشرو را آورد
پیکاری ها را آوردن، رای کارگر همانداران رای کارگر را آورد، سهند طرفداران سهند را آورد، کومله غیره، همه اینا رو میشه ادامه داد و این جنبش کارگری رو به لحاظ ایدئولوژی دستبندی کردن و خب میتونن بکنن، گرایشات مختلف میتونه وجود داشته باشه، هیچ اشکالی هم نداره، ولی بر اساس این گرایشات ایدئولوژیک اینا رو شقه شقه کردن و مانع از اقدامات مشترک اینها شدن. هر وقت اومدن با هم دیگه کارگرها، توده کارگری کاری بکنه، این گروه های کمونیست فعال جان برکف که بخش بزرگیشون هم جانشون رو در این راه از دست دادن، به جای اینکه رهبری عمومی رو با هم دیگه بگیرن در جدال با هم دیگه بودن. امروز هم ما این خطر رو داریم. من صحبتم تمام می‌کنم. مبارزه با فرقه گرایی، مبارزه با فرقه گرایی و شق شق کردن ایدئولوژی کارگران امروز یکی از وظایف کمونیست هاست. 30 ساله ابراهیم جان. نه، الان وقت میدم به شما. من دوست دارم چند بس 30 ساله چون بستم دارید بحثا رو بخوام باز کنیم. دو تا نمونه در مورد اثبات ادعای تو در فرقه گرایی میخوام بگم. دو تا جریانه. من میخوام نام ببرم. یکی آقای رضا مقدمه. این میه مصاحبه کردم هفته پیش. سر راست گفت اون شیشه جریان حزب کمونیست. اونا همه دوزر نمیارزن. چه به سنتی دوزر نمیارزن. این طرف حمید تقوی با منطقی ندو. اون بر رازی ندویزن. فقط یک راه. چیزی اسمش ها چیه سوسیالیستی؟ اتحاد سوسیالیستی که خود در واقع مصادره هم کرده شوهر رو این حساری که جنبش ناکار آزادی رو داره. اگه انصاف هم خود چیه؟ من اتحاد سوری رفقای مبارزی هستم، رزمنده هستم، هم کارگرانی که اون باوردارن رو نفت نمی کنم، ولی بسیار بیمارگونه است که شعار ناکار آزادی رو یک نیروی که به شکل محمل حد اکثر بیاد مصادره کنه بارد. یا برعکس آقای رازی، آقای رازی ها بگه معیار عمل اگر منم هیچی دیگه نیست، اگر چهارچوب این بارا ویران خواهد کرد، این فرصت نزدیک شده، این نزدیک شده و فرصت ها را میسوزونه. بعد توی اتفاق فاجعه بار که این همین اتفاق فاجعه بار که در احزاب و محافل چپ کمونیسته، من میخوام بگم که در فعالین اجتماعی و کارگری هم رنج میبره آدم هست، همین تکه تکه شده. به روز هم روی این مسئله تاکید کرد. خب و با توجه به تجربه که در انقلاب بهمن بود اشاره کرد، به درستی اشاره کرد و به همین دلیل که ما تاکید داریم از در واقع اولین باری که جمع‌بندی کردیم می نشستیم و الان خیلی روشن‌تر و سریع‌تر بیان کردیم و بیان می‌کنیم که تشکل‌های مستقل کارگری، تشکل مستقل زنان، تشکل مستقل دانشجویان، معلمان، عرصه‌های گوناگون مزد حقوق ایران، بازنشستگان، چیزی تشکل مستقل خودشون داشته باشن. تشکل مستقل خودشون داشته باشن یعنی اینکه دیگه فردا من نگم ادعای این بکنم یا اون بکنم، خودشون هستن که به اصطلاح مسائل خودشون روشن بیان میکنن. دو، حتما برای اینکه بتونن با هم همکاری کنن، هر تشکل های مختلف بتونن همکاری بکنن، باید پلتفرم اونا روشن باشه. یعنی باید خواسته هاشون، الان خوشبختانه خواسته هاشون دارن مطرح میکنن، جنبش زنان با مطالبات خودشون باید بیان میگن، بازنشستگان همطور که اومدن با مطالبات خودشون بیان، دیگران کارگران با مطالبات خودشون بیان، یک نیروی هم اینجا وجود داره که ممکنه تو این جریان به این صورت رسمی نگنجه، نیروهایی که حاشیه نشین شهر هستن، بیکاران و بیخانمانهایی که حاشیه تولید که به اصطلاح که در گذشته در دوران شاه و قول من تازه از روستا اومده بودن، هنوز در شهر جا نگرفته بودن. یه آمار نگاه کرده بوده بیش از 11 میلیون الان همچون نیروی داریم ما تو جامعه. متحدین بلافصل طبقه کارگر. بله، اینها هم باید سازماندهی بشن. اینها در شوراهای خودشون، در کمیته های خودشون، یا در کمیته های بیکاران، تشکل بیکاران، چه میدونم انجمن بیکاران، هر شکلی که لازم، اینها باید نباید فراموش بکنه. اینها باید مثلا فعال بشه، خواستاشون رو مطرح بکنن. نان و کار و آزادی، مسکن یکی از چیزهای اصلی اتفاق اینا هست. اینو باید فراموش نکنه. این نیروی عظیم رو که همطور که رفیقمون گفت متحد و
همبسته و همگام با مزد حقوق ایران دیگر هستن، اینا باید خودشون سازمان بدن که در یک مجموعه اینطوری هماهنگ بتونن کار رو. از طرف دیگه اشاره رفقا کردن در رابطه با نیروهای سیاسی، چه در داخل چه در خارج، وقتی میگیم آلترناتیو سوسیالیستی، وقتی میگیم دولت نوع کمون، دولت نوع کمون یعنی این نیست که هر کدوم خودمون ساز خودمون بزنیم. آلترناتیو سوسیالیستی که میگیم بالاخره یه همگامی همراهی. الان شش جریان، حالا حسن من فکر کنم حسن بیشتر توضیح میده سن این قضیه خوبه، شش جریان، شش حزب و سازمان سیاسی الان دارن همکاری میکنن، گام های در همکاریشون برداشتن بسیار عالی است، چه در داخل چه در خارج دارن اقدامات انجام میدن. خیلی جالبه این قضیه، الان یک رسانه بزرگ 24 ساعته دارن و اینا گام های بزرگی، اینا گام های ابتدایی که برداشتن و بر میدارن و این باید گسترش پیدا کنه. بی سابقه است، دقیقاً بی سابقه است. شش تا حزب و سازمان سیاسی این کارو بکنن و گفتم این رسانه که دیگه اصلا شاهکارشون هست، در افسایدی هم دارن همکاری میکنن. اینو حالا فکر میکنم رفیق اون تو بیشتر توضیح بده، تقریبا ما با آخر برنامه هستیم. درست، اصلا این توضیح هم توی قضیه بده بعد با اجازت اگر شما قبل از این که اصلا صحبت کنم آخر حرف هم بزنم، یه پیشنهادی دارم چون به هر حال خیلی کلی صحبت کردیم، راهکارهای پیشبرد و پیشرفت آلترناتیو سوسیالیستی رو ما باید مفصل‌تر و ریستر صحبت بکنیم. یه جلسه لازم برای این کار. اگر شما هر رفیق فکر میکنه مطلبی جا افتاده اینا میتونه شما رفیق هستم. من اون نکته ای که الان رفیق بار تاکید کرد و میخوام همون رو در چند جمله بگم، چون خودش هم یک واقعا لازم است که تلویزیون برابری این عمل کرده شش جریان چپ و کمونیست را هم به یک میزه گرد بگذاره، چون عمری ازش گذشته و دو پلتفرم بسیار پایه‌ای منتشر کرده در دو سمینار که آلترناتیو سوسیالیستی ممکن است و لازم است. اونجا عناصر مادی و استدلالاش آورده، خود اون به بحث گذاشته بشه، حتی مخالفینش را هم بیاره که یک دیالوگ خلاق و رفیقانه صورت بگیره. من که عبدال رفیق ابراهیم آبق تجاهل العارف میکنه، اون بقول الاخونده او خودش هم بنده بنده دستش در این کار هست، خوشبختانه شما بیش از جل هست و ایشون هم از دور ما رو تایید میکنه و از کنات الاخونده. واقعیت قضیه اینه که اولین بار در این همه سال، 40 سال مبارزات و تلاش ها سرانجام و این ساختنا و واچیدنا ساختنا و اتحاد چه به کارگری و و و سرانجام 6 تا نیرو، 3 تا حزب، 3 تا سازمانه که هر کدام ما به ازای اجتماعی و نهلهای لاغل فکری در جنبش طبقاتی و جنبش کارگری ایران هستن و همدیگر دست دادن در حرکت میکنن، اعتماد به همدیگرشون بیشتر شده، ظرفیت اکشنابلشون بیشتر شده، در مسیر نقشه ای هستن که این اتحاد رو گسترش بدن، نه فقط در سطح احزاب سازمان های موجوده چپ کمونیست، بلکه در سطح بسیاری از طیف های کمونیست صاحب نظر مبارزی که در این مسیر به دلایلی که الان جای بحث جلسه منفرد کار میکنن، یعنی این چتر رو گسترش کنن، این گفتمان رو ببرن به میان نیروی کار زحمت و با جنبش طبقاتی ارتباطی ارگانیک مادیتر و روشنتر بگیرن. بنابراین این یک وظیفه است که الان در روی میزه به مثابه بخشی از اون وظیفه ای که عرض کردم که اگر نجنبیم این مطالبات به نادرستی مصادره میشه و از کنم که به کجراحه میبره این جنبش به این بزرگی رو که حالا واقعا از مشروطیت به این طرف ایران تجربه نداشت. این همه این لیستی که به روز فراهانی خاند از این حرکت در این چند روز، اونم بعد از کشتارها که شوخی نیست، بعد از کشتارهای 1500 نفر تو آبان، بعد از جنازه گرداری اون مرتکی آدمخوار سلیمانی،
یهود شما بری یک گام عقب ننشستن خالی کردن میدانهای نمایشی انقلاب بهمن، خفه شدن همه اینها، به گدای افتادن سید علی خامنه‌ای که ملک ملت‌دارید ایرانیت، ایرانیت یعنی جمهوری اسلامی، یعنی میدونید در این فضا اگر چپ کمونیست، چپهای کمونیست، نیروهای انقلابی در داخل در خارج در این حال که ما میگیم طبقه کارگر نیروهای اجتماعی و اینجا بشن و چکر بشید در اینجا دونجا با خودمون محمد بگیم که چطور میتونیم این اعاده مشترک رو به یک نیروی خبیر تعیین کننده و تاثیرگذار در لحظه تعیین کننده که پیچ خواهد آمد بیگمان سازمان بدیم. اون نقطه کلیدیست. خب بینندگان عزیز، ما پایان برنامه یک جمله بخوام بگم. جمله من این است که ما امروز جمعه 14 فوریه هستیم که اینجا بهش میگن سان ولانتاین، یعنی روز عشق. میخوام حرفم رو با صدای مسرح زیبای حافظ بگم. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر، روزگار همتون خوش با عشق و دوستی و زیبایی و البته با امید به پیروزی. خب ما برنامه رو با این شعر زیبای حافظ خدمت اون حسن اتمام میرسونیم. امیدوارم هر جا که هستید موفق و شاد و پیروز باشید و با تشکر از روحای عزیز که در این ویزگر با هم بودیم. روز روزگارتان خوش باشید.